کلنگ را گرفتم و شروع کردم به کندن زمین. کار آسانی نبود. عرق می‌ریختم و کلنگ می‌زدم. مرد که به نظر از نوع برخوردش پشیمان شده بود اصرار کرد کلنگ را بگیرد. کلنگ را ندادم و از لج او یک قبر کامل کندم، ولی کف دستانم بد جور می‌سوخت و بعدش تاول زد. هوا خیلی گرم بود و آفتاب بد جور اذیت می‌کرد. شیون و زاری مردم و گرد و خاک گورستان انگار گرما را بیشتر کرده بود. سر گودالی که کنده بودم ایستادم، دست به زانوهایم گذاشتم و کمی خم شدم ببینم گودی قبر اندازه است یا باید باز هم بکنم. در این حال به خودم هم میگفتم حالا که مردن اینقدر ساده است، حتما یکی از این قبرها هم مال من میشه. توی آن شلوغی و هیاهو شنیدم یک نفر میگوید آب. پسر نوجوانی بود که توی سطح آب و یخ ریخته و با لیوان به دست مردم میداد. خواستم بگویم به من هم بده که دیدم دو سه ردیف بالاتر پیر مردی که توی قبر است به مردهایی که میخواستن جنازه ای را به دستش بدهند گفت نه، اینطور نمیشه دفنش کنیم. نفهمیدم منظورش چیست. نگاهم به آن طرف ماند. پیر مرد از قبر بیرون آمد و به یکی از مردها گفت اینا نگه داریم، این خوش شده، و به پای خمانده جنازه اشاره کرد. بعد خودش رو با تمام هیکل روی جنازه انداخت و زانوی او رو شکست. صدای خشک شکستن استخوان آنقدر بلند بود که همه شنیدیم. فامیل های شهید و مردمی که آنجا بودند نعره کشیدند و بلند بلند گریه می کردند. خیلی ها لا اله الا الله می گفتند. تمام تنم لرزید. خشکم زده بود. به زانوی پای خودم که خم کرده بودم نگاه کردم. درد شدیدی در آن احساس میکردم. یکی از زنانی که بین جمعیت بود نمیدانم چه نسبتی با آن جنازه داشت که با دیدن این صحنه شروع کرد به جیغ کشیدن و خودش را زدن. خاکهای دور و برش را توی سرش ریخت، موهایش را چنگ زد، بعد خودش را توی خاکها انداخت و مثل بچه ها قلب خورد و پاهایش را تکان داد. بیچاره میسوخت و به خود میپیچید، اما هیچ کدام از این کارها آرامش نمیکرد. بعد از هوش رفت. زنها کشان کشان او را به گوشه کشاندند و به سر و رویش آب ریختند و شانه هایش را مالش دادند. به هوش نمی آمد. این صحنه بد جور ناراحتم کرد. گرما هم حالت عصبیم را تشدید میکرد. به پسر نوجوانی که آب آورده بود گفتم یه لیوان آب به من بده. لیوان رویی را توی سطل آب فرو برد و دستم داد و گفت بخور و بگو یا حسین. لیوان را گرفتم، خیلی خنک بود. آب را سر کشیدم و لیوان را پس دادم. راه افتادم طرف غسالخانه. صحنه شکستن زانو و صدایی که شنیدم مدام در ذهنم تداعی می شد. دوباره رفتم وسیله بگیرم. آقای پرویزپور گفت دیگه چیزی نمونده، باید برم بیارم. وقتی دیدم از جایش بلند شد و دفترش را بست فهمیدم همان موقع دارد می رود. گفتم اگه زحمتی نیست منم تا در خونه برسونید. می خواستم خبری از خانه بگیرم. دلم می خواست بدانم بابا به خانه سر زده یا نه. گفت مانعی نداره. رفتم. وانت پیکان آقای پرویزپور جلوی در پارک بود. تا خانه راهی نبود. توی کوچه من که پیچیدیم آقای پرویزپور گفت می خواهیم برگردیم جنت آباد. گفتم بله، چطور اگه؟ گفت پس من وای نیستم، شما کارتون رو انجام بدین، براتون گردونم جنت آباد. وقتی ماشین نگه داشت دیدم همسایه ها دور هم جمعند. از ماشین که پیاده شدم عمو غلامی جلو آمد و به دنبالش زن عبدالعلی همسایه دیوار به دیوارمان و زن عمو غلامی همه دورم را گرفتند. سلام کردند و آنها که به نظر می رسید می دانند من از کجا می آیم به من خسته نباشید گفتند. آقای پرویزپور عمو غلامی را که آشنا دید از ماشین پیاده شد، با او سلام علیک کرد و دست داد. بعد عمو غلامی رو به من گفت تو روی همه ما رو سفید کردی. میخواستم بگویم کجایی ببینی از خستگی بعضی وقتها میبرم و دیدن بعضی صحنه ها طاقتم را تاق میکند، ولی چیزی نگفتم. زنها پرسیدند دختر سید جنت آباد چه خبر؟ گفتم هیچی، همش گریه و زاری، همش مصیبت و غم، را به را دارن شهید میارن. زنم غلامی گفت اگه پامو بذارم اونجا درجه سکته میکنم. حالا خوبه تو با این سن و سالت عجب طاقتی داری.
ننه رضا هم گفت آره تو باعث افتخار مایی. حرفای همسایه ها برایم عجیب بود. فکر نمی کردم تا این اندازه کار کردن تو جنت آباد برایشان اهمیت داشته باشد یا اصلا در جریان قرار گرفته باشند ما کجا هستیم. چون می خواستم با آقای پرویزپور به جنت آباد برگردم از بینشان جدا شدم و رفتم خانه. اول از همه از دا پرسیدم از بابا چه خبر؟ با ناراحتی گفت چه خبر؟ با اینکه خودم دلشورهش را داشتم ولی به دا گفتم نگران نباش. بعد سری رفتم سر کمد، گوشواره هایم را از گوشم باز کردم، بعد گردن بند طلایم را از گردنم درآوردم و توی قفسه کمد گذاشتم. اینها اولین تکه طلاهایی بودند که بابا امسال به عنوان عیدی برایم خریده بود. گردن بندم را خیلی دوست داشتم ولی توی این سه روز موقعی که خم می شدم و می خواستم جنازه ای را بردارم یا بشویم، گردن بند از گردنم آویزان می شد و اعصابم را خرد می کرد. از طرف دیگر نمی دانم چرا دیگر اینجور چیزها برایم معنی نداشت. وقتی مردم جانشان را می دادند دیگر طلا چه اهمیتی داشت؟ هنوز در کمد را نبسته بودم که صدای دار از پشت سرم شنیدم. پرسید چرا اینا رو در میاری؟ گفتم هیچی دیگه به دردم نمیخوره. گفت یعنی چی؟ چیزی نگفتم. ساعتم را هم باز کردم ولی دیدم لازمم میشود، دوباره برش داشتم و به دا گفتم دا من امشب میمونم جنت آباد، نگران من نباش. به دراز گفت بابات که بیاد ناراحت میشه. گفتم قد چی ناراحت بشه، همه اونجان، تنها نیستیم، تازه بابا خودش اوضاع جنت آباد رو دیده، میدونه اونجا چه خبره. گفت جواب باباتو خودت بده. از در خانه زدم سوار ماشین آقای پرویزپور شدم و رفتیم اداره خدمات شهر. جلوی در آقای پرویزپور گفت شما پیاده شی. با آقای پرویزپور داخل ساختمان شهرداری شدم. آنجا به یکی از آقایان سپرد تاقه های پارچه کفن را تحویل من بدهند. خودش رفت. 10 دقیقه یک روبه بعد همان مردی که با آقای پرویزپور صحبت کرده بود تاقه های پارچه را توی گونی ریخت و دستم داد. چیزی نگذشت آقای پرویزپور هم آمد، گونی را برداشت و پشت بانت گذاشت. پشت بانت چند بسته بزرگ پنبه رول مانند، چند تا دفتر بزرگ و یک کیسه که رویش نوشته بود کافور رو دیدم. فهمیدم آقای پرویزپور توی این فاصله دنبال اینها رفته است. سوار ماشین شدیم و برگشتیم جنت آباد. طرف های ساعت 3-4 دیگر همه بریده بودیم. گرسنگی به هم فشار می آورد و دلم ضعف می رفت. وقتی خم شدم تا جنازه ای را بردارم سرگیجم بیشتر می شد و چشمانم سیاهی می رفت. با این حال نه دل و دماغ غذا خوردن داشتم، نه چیزی برای خوردن پیدا می شد. گاه فصاله ها از سوی کمد زنگ زده گوشه اتاق بیسکویتی در می آوردند و می آوردند. به من هم تعارف می کردند و می گفتند بخور. می گفتم نه. اصرار که می کردند یک بیسکویت بر می داشتم. طرف دهانم نبرده بوی خون و کافور بیشتر توی دماغم می زد. اوق می زدم و صحنه جنازه هایی که موج انفجار غیر از لط و پار کردنشان آنها را به هم پیچانده، چشمهایشان را بیرون آورده و حنجره هایشان را پاره کرده بود جلوی چشمم می آمد. همین ها برایم کافی بود که از زندگی بیزار شدم. 2 روز و نصفی از جنگ گذشته بود و صدای انفجارها و تعداد کشته ها عوض این که کم بشود بیشتر و بیشتر می شود. خصوصا این که پادگان دژ در نزدیکی جنت آباد بود و به هوای پادگان آن منطقه آنجا را بیشتر می زدند. همانطور که با بقیه نشسته بودم فکر کردم و با خودم گفتم اینطوری نمی تونیم ادامه بدیم. داریم از پا میفتیم، باید نیروی کمکی داشته باشیم. این زن و مردای فصل مگه چقدر میتونن دووم بیارن؟ هرچی میگذره جنازه ها به جایی که کم بشن زیاد میشن و همینجور رو هم انبار شدن. از طرفی کنجکاو بودم ببینم
مسجد جامع چه خبر است؟ چون از زبان این و آن شنیده بودم نیروهایی که میخواهند به خط بروند از مسجد جامع اسلحه میگیرند و از آنجا تقسیم میشوند. از همه مهمتر میخواستم ببینم عاقبت چه میشود. حرف زینب هم توی سرم زنگ میزد که میگفت سگا هم نکردم. تا صبح چش رو هم نذاشتیم و سنگ سگا رو بزدیم. مرور این فکرها ناراحت هم میکرد. بالاخره رو به زینب و بقیه که یه گوشه وا رفته بودن گفتم من میرم مسجد جامع. زینب گفت بایی چی؟ گفتم باید بگیم اینجا چه خبره، یه فکری بکنن. معلوم نیست این قضیه کی میخواد سر و تهش هم بیاد. از نیروی کمکی هم که خبری نیست. اوضاع اینجا رو نمیبینی؟ گفت تو این وضعیت کی به کیه؟ کی حرف تو رو گوش میده؟ اونا الان یه سر دارن هزار سودا. به کی میخوای بگی؟ این کار مرداست. مردا باید برن نیرو بیارن. گفتم حالا تا کی منتظر مردا بمونیم؟ مگه خودمون چه مونه؟ مگه خودمون زبون نداریم؟ خب میریم حرف میزنیم، بالاخره یکی پیدا میشه که به وضع اینجا برسه. دیگر چیزی نگفت. من هم از غسالخانه زدن بیرون. همینطور که به طرف در جنت آباد میرفتم چند نفر از همکاران بابا را دیدم. دست از کار کشیده بودند و میخواستند بروند. رفتم جلو و سراغ بابا را از آنها گرفتم. گفتم نمیدونیم. آمدم که بروم. یکی از آنها گفت آقا سید من قبل زور دیدم. با چند تا سرباز که خدمه تفنگ 106 بودن رفته خط پلیس را. بهش گفتم آقا سید خیر کجا؟ گفت دارم میرم خط. گفتم کار چی میشه؟ گفت کار ما امروز جنگیدن با دشمنه. گفتم مگه نمیدونی شهرداری گفته هر کس سر کارش حاضر نشه اخراجش میکنه؟ ولی آقا سید گفت کوره پدر کا، دشمن اومده تو شهر ما میخواد ما رو از شهرمون بیرون کنه، اون وقت اینا منو تهدید به اخراج میکنن. خب بکنن، من وظیفم اینه که برم جنگ. خوشحال شدم، بالاخره بابای من هم جزو مدافعین شده است. عشق فردات رو بیا.